در این اواخر مناطق زیادی در ولایت‌های شمالی با مقاومت و بدون مقاومت به دست طالبان اجیر سقوط داده شد و هزاران سرباز، افسر و مردم بیگناه نیز تیرباران گردیدند. تعدادی از این حالت خوشنود بودند و تعدادی از مایوسی حتی مناطق را ترک نمودند. سیر تحولات امنیتی کاملا نامشخص و بدون هدف بوده است. گاهی طالبان و گاهی نیروهای حکومتی در جبهات پیشروی‌هایی داشته و در داخل حکومت حلقاتی وجود داشتند که به نفع مردم فعالیت نمی‌کردند و در اکمال نیروهای حکومتی قطعاً توجه نداشتند و این عمل آنها باعث شهادت و زخمی گردیدن صدها پرسنل نیروهای امنیتی و پلیس گردیده که قابل تعمق و جرم می‌باشد. در بعضی مناطق طالبان با سازش‌های تکتیکی توانستند مناطق را با تمام مهمات و سلاکوت‌ها تسلیم گردیده، باعث شهادت افسران و سربازان آن منطقه گردند. این سناریو در این روزها با سقوط ده‌ها ولسوالی در 10 ولایت مختلف ادامه دارد و طالبان توانستند تا دروازه‌های بلخ برسند. برخوردهای مرموز و نامشخص حکومت از یک جانب و برخوردهای دوگانه کشورهای زیردخل در رأس آن امریکا از جانب دیگر وضعیت را کاملا متشنج و بحرانی ساخته است. کشورهای خارجی با صدور اخطاریه‌های علنی و پنهان تلاش دارند تا یک تعداد شخصیت‌های مطرح و مؤثر در مقاومت افغانستان را در حالت منجمد قرار بدهند. تا مناطق زیادی قبل از نشست آخرین پروسه صلح به نفع طالبان سقوط گردد. این پلان شوم استخبارات مداخله‌گر در این اواخر کاملا افشا گردید و مردم افغانستان را وادار به بسیج مردمی در ولایت‌های شمال نمود. اگرچه پیشروی و تصرف ولسوالی‌ها توسط طالبان کاملا موقتی و گذری است، ولیکن در این مدت قصیر این جانیان اجیر می توانند به تأسیسات عامل منفعه و دوائر دولتی که مربوط همه مردم است ضرر زیادی وارد نمایند که چنین کردند. سرک ها، مکاتب، تعمیرات دولتی و مدارس همه را به آتش کشیدند. کشورهای منطقه و جهان به این جنایات طالبان با چشمان تماشاچی نگاه می کنند و هیچ نوع عکس العمل نشان نمی دهند، در حالی که این آتش ترور می تواند خانه همسایگان افغانستان را نیز حریق سازد. جنگ افغانستان جنگ افغانها نیست، بلکه جنگ کشورهای مقتدر جهان است، یعنی جنگ نیابتی. در این جنگ فقط زیربنا و روبنای مردم افغانستان نابود می گردد. در این جنگ فقط مردم غریب و ناتوان افغانستان تلف می گردند. بعد از اینکه بازی‌های کثیف استخبارات منطقه و جهان به خاطر نابودی افغانستان افشا گردید، شخصیت‌های وطن دوست و مردم دوست تصمیم گرفتند تا با یک بسیج تاریخی مردمی از خاک و جغرافی خود دفاع نمایند. اگرچه مدتی است نیروهای تحت قمانده مارشال عبدالرشید دوستم در ولایت‌های فاریاب، سرپل و جوزجان مستقیما با ترورستان وارد جنگند، خوشبختانه امروز نیروهای مردمی تحت قیادت دیگر رهبران احزاب سیاسی مانند حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، وحدت اسلامی مردم افغانستان، حرکت اسلامی و حزب وحدت نوین تعهد نمودند در کنار نیروهای امنیتی قرار گرفته از نوامیس مردم خود دفاع نمایند. با این نیروهای واقعی مردمی، ترورستان طالب می توانند زمینگیر گردیده در جغرافیای شمال کشور کاملا نابود گردند. آنهایی که به نفع طالبان تبلیغ می کنند از استقرار کامل فکری و سیاسی برخوردار نبوده، قطعا شعور ملی ندارند. در مورد همچ افراد سست عنصر نیز تدابیر اتخاذ گردند. به نظر ما مسئله افغانستان تا تدویر سومین نشست پروسه صلح از لحاظ امنیتی چنین سیر نموده، هر لحظه ممکن دگرگون گردد و ما شاهد دست به دست گردیدن مناطق دور افتاده در ولایت‌های کشور خواهیم شد.
ولیکن به ظرفیت تصرف کامل کشور توسط طالبان قطعاً باور نداریم.